خب درود بچه ها، چطورین؟ فیریکیلو هستم. امروز میخوایم بریم ببینیم که تو اکسپلور اینستاگرام شخصی خودم چی پیدا میشه، چون من 4-5 اکانت دارم برای شاپ های مختلف و یه اکانت حالا خبر رو باش دنبال میکنم و اینا. ببینیم تو اکانت شخصی خودم چی پیدا میشه که بر اساس علایق خودم شخصی سازی شده، کاستومایزش میکنه خود اینستاگرام با استفاده هوش مصنوعی که داره. خب ما اول بریم اینجا اسکرین ریکورد رو روشن بکنیم، کار کن دیگه. خیلی خوب، من کات خوب دارم جوری بشینم که شما هم ببینید. اولین چیزی که چشم هم جلب میکنه مدل ماشین کلی باقری چیه؟ ببینیم چیه. 37 باید باشه، کدش رو درست یادم نیست، فکر کنم F01 باید باشه. 37 دیگه، حالا یا 750 یا 740 نسل یکمونه با آخرشه که تو ایران هم هست. بعد اینجا هم که میبینیم کلید سرد کن گرم کن هم داره، نسبتا ماشینش فول. البته من اون برش رو نمیبینم، کروز کنترلش رو کلید های کمک رانندش معلوم نیست، ولی این برش هم نظر امکانات رفاهی اوکیه دیگه. خب شناشم براتون قشنگ توضیح میدم. البته مدلش هم قبل 2013، به خاطر این قسمت مانیتورش که وقتی فیس لیف میشد دو تا نوار آلومینیومی بغل مانیتور می اومد، مثل F10 که خودم دارم. بعدی مزید فوتبالی نیستم ولی ایشون رو میشناسم، آقای قلعه‌نویی. پسرش هم خیلی مثل خودش ماشین بازه، یه 650 داشته، ماکان داره اینا. اینکه اسکلاس W221 که حالا 500 یا 350 شو من نمیدونم. این برش هم که فکر کنم خانم کریمی باشه، نیکی کریمی. بعد از اینجور چی میتونیم بگیم؟ که حالا واقعا چیزی معلوم نیستش که ماشین فوله یا نیمه فوله، ولی خب اکثرا اسکلاس هایی چه 350 چه 500 که به ایران وارد شدن اکثرشون فوله. نایت ویژن و تنظیم ارتفاع و مانیتور عقب و یخچال و این چیزا اینا رو داشته باشه معمولا میگن فول، و رادار کروز کنترل. بله آقای علی دایی. حالا من گفتم فوتبال نیستم، الان یه نیشخندی که زدم به خاطر این مازراتی کواتروپورته یکی پشتشونه، و من شنیدم که اینو خودشون شخصی سازی کردن از ایتالیا آوردن. و اینکه نکته خاصی دیگه بزنم نمیرسه، و اینکه این ماشینش فوله. حالا اینجوری که توش اینتریورش رو ببینی کاملا قرمزه و خود علی دایی کاستومایزش کرده، همه چی هم میگن داره دیگه، فول آپشن. الان هم دست خودش نیست، دست یکی دیگه است، فرهاد مجیدی، بازیکن استقلال باشه فکر کنم، یعنی بود یا هم سرمربیه چیه نمیدونم درست. من توی این رنجورش رو من دیدم توی میدون تجریش سال 92-91، برای همین من فکر میکنم این عکس جدید نباشه. اونورم که لکسوس EST250 میبینیم که حالا نمیدونم 250 یا 350، چون هم 350ش توی ایران هست از این نسل، البته خیلی کمتر از 250ش، هم 250ش هست. این هم که رنج روبر اسپورت رو داریم اگه اشتباه نکنم، نسل آخر SVR البته نیست، که میشه مثل M-Package و AMG و اینا توی بنز و BMW. اسم دروازه‌بان رو واقعا نمیدونم اسمش چیه، میدونم به تو تیم ملیه و اینا، ولی واقعا اسمش رو نمیدونم. اینم که لکسوس NX باید باشه چون ویدیوش پخش شده بود ازش. این دوتا رو واقعا نمیشناسم، شاید بازم یه فوتبالیست باشم با توجه به اول تیتر، ولی نمیدونم دقیقا کدوم ماشین از سری اکس بی ام و است، ولی احتمالا اکس فور باشه چون خیلی فروش خوبی رو تجربه کرد. سردار آزمون با ماکان طلاییش که فکر کنم فقط یکی دو تا از این رنگ توی ایران ما داشته باشیم.
چون هم نمیشناسم ولی میدونم، یعنی بازیکن تیم فوتبال بوده فکر کنم. ماشین هم که پورشه کاین، دوباره آقای قلعه‌نویی و پسرشون با بی ام و سری 7 جی 12 جی 12 به نسخه لانگ ویل بیس سری 7 میگن جی 12 البته سری 7 این نسل، و همیشه نسخه لانگ ویل بیس بی ام و با نسخه اصلیشون کدش فرق داره. علاقه گوزار و یه لنگ گوزار فیس لیفت که حالا شاید فیس لیفتش کارخونه باشه، چون آقای گوزار ماشین خاص سوار میشه و شاید هم تو ایران فیس لیفت شده باشه با توجه به این ویروس فیس لیفتی که تو ایران هست. حالا به این اذیت کردن ماشین رو انتظامی کاتوف چه موتوریه؟ نمیدونم. این برش یه شاتون زدن سمن. بچه شاتون قسمتیه که میلنگو به پیستون بس میکنم توی موتور. باش اینو بیوک، نه نووا، ولی خیلی شبیه بیوکه پشت. اصلا نووا نیستش این، آخه بیوکه. درش هم نمیشه نکن آدم عقده ای نکن نمچی نمیشه. مدل 2017 هم که قطعا نیستش این ماشین دیگه. بیوکه اسکایلار که بعد نووا چراغاش به صورت دوتا، حالا اینجا میذارم براتون اینجا، یا نمیدونم اینجا من باید لینک ها رو بذارم این بر اکس ها رو نمیدونم، الان خودتون بگید خودم یعنی میبینم. و اینکه شبرال نووا دوتا مستطیلی داره، این همون چراغ بیوک اسکایلا کاملا کشیده است. آخ 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 ای بابا، تار دیگرید جان سخت، جان سختای موجود کره زمین. این جاندار کوچک از 5 مرحله انقراض حیوانات جان سالم به در برده، می تواند در دمای انجماد جوش و فشار کف اقیانوس و تشعشع هسته‌ای و حتی در فضا زنده بماند. آقا ببخشید یکم اگه مجلس است الان یکم میگم، چون هنوز یخم آب نشده و اینکه حالا دوستم هم هویتم مشخص بشه، مجبورم که یه ذره صدام برای همینه یکم بالا پایین داره، چی میگم استرسی هم الان یکم. و اینکه گفتم این ویدیو رو تو خونه براتون ضبط کنم، چون به خاطر این دیوار پشتم که الان حالا یکم کمتر شده، این نور آفتاب میخوره به کریستالای لوستر، بعد تجزیه میشه نور میخوره به دیوار پشت، خیلی قشنگ میشه. فکر کنم دیگه تهش همین باشه، فکر میکنم بیشتر باشه، حالا باید یکم کنتراستش رو دستکاری بکنم. ولی گفتم حالا تا چون توی یه موقع خاصی از سال اینجوری میشه، مثل همین ماه آذر و دیگه و اینا، ساعت های 2:30 تا 4:30 5 یه حالت اینجوری ما داریم تو کنم. حالا گفتم منم از این فرصت استفاده کنم و بیام اینجا یه استودیو کوچیک درست بکنم. خب اینم از این کم پایین تر بریم، حالا با ایشون فعلا کاری نداریم. اینجوری اومده استقبالش دیت اول، نمیدونم حالا اگه دختری کسی میبینه من اینا نمیدونم چی هم دلو ببینیم واکنش بچه ها تو توییتر، یعنی کامنت هاشون ریپلای هاشون. حالا یه تیتاپ و یه بستنی اونقدر خنده دار نبود، حالا نمیدونم اگه خیلی خنده داره بگید دیگه، چون به نظر من خنده دار نیست. بی ام و سری 6 اف او 6 فکر کنم کدش باید این باشه، نمیدونم نوشته تو ننوشته، ولی فکر کنم آره دیگه اینا قوی ترین بی ام وای تو ایران هم. M6 ها، این M6 ها قوی ترین BMW تو ایران هم، و این هم دیگه فول لوده دشه
نایت ویژن رو میبینید که داره. بعد یه نکته جالب هم میخوام بهتون بگم برای این نسل سری اما، کلا هم امای مثلا 2010 تا 2016-17 اینا رادار کروز کنترل نداشتن به خاطر خنک کردن بهتر موتور، خنک شدن بهتر موتور، رادار کروز کنترل رو اون قسمت نداشتن. و خب البته کسی واقعا با این ماشین دلش نمیاد بذاره رو کروز کنترل آداپتیو، اصلا دلش میاد آدم اینو بذاره رو کروز کنترل دیگه، چه برسه به اینکه بخواد آداپتیو هم باشه. من عکس جالبش رو میبینی، چراغ هم که میبینی که فول LED و نایت ویژن و کلیپراش هم فکر کنم کلیپرای ترمز رو خودش رنگ کرده باشه بی ام و، چون این ماشین نمیدونم باید ببینم ایندیویژوال توش رو گذاشته یا نه، فکر کنم تیرمش ایندیویژوال هم هست، البته فول هم نیست، یعنی یه کلید کم داره. رادار چیمون؟ هداپ رو داره، نایت ویژن رو داره، پیریکرش رو داره، بین خطوط رادار جانبیه، رادار جانبی نداره که البته اگه فول بود داشت قطعا، ربطی به خونه کردن موتور نداره، راداراش سنسوراش تو سپر عقب کار گذاشته شده. این هم دسته دنده جذاب سری امه که شاید باورتون نشه ولی پی نداره و آر و ان و دی و اس داره، یعنی حالت پی نداره، پارک نداره. بعد این ورش هم که شما میتونید تنظیمات سفتی و نرمی کمک فنرها و سفتی و نرمی فرمون و واکنش موتور رو تنظیم بکنید. قسمت سمت چپ اون بالا بالایی هم دکمه ترکشن کنترله، این پایین پایینیه غیر از دکمه پارک که بالای دکمه پارک دو قسمت گیر بوکس برای تنظیم سرعت عوض کردن دنده هاست که اصلا چیز وحشیه دیگه. اون ورش هم که دکمه پارک و دوربین رو سپراش قسمت هم بتونشون میدن. آره این رو سپراش جلوی چرخ اون قسمت سیاهی که میبینین اون برای چیز دیگه، برای دوربینی که مثلا شما میخواید اگه تقاطعی برید داخلی تقاطع بشید دکمه رو میزنید دیگه نمیخواد خم بشید مثلا اونور کی بود اونور کی بود کیه کی داره میاد. البته بهتر که هیچ وقت رو دوربینا تکیه نکنید، فقط یعنی خودتون ببینید، ولی خب کار آدم رو کم راه میندازه بد نیست. در نصب جدید هم مثل اینکه حذف شده چون زیاد جالب نبود استفاده نمیشد. بعد برگردیم به این و که حالا میبینید اینجا دکمه سردکان رو داره دیگه، بله دیگه کروک هم هست، این رو دکمه کروکش چون همش ماشین شد یکم پایده، چون من فقط رو تکنولوژی و روی ماشین و دیگه موویز و فیلم و گیمینگ اینا من خیلی علاقه دارم. حالا نمیدونم شاید روی اکانت دیگه هم میبینم اینجوری شده، فقط اینو میاره برام، فقط ماشین رو میاره برام روی این اکانت. اول اینو ببینیم، مبدا مقصد اسنف اکو 13500، اسنف اکو پلاس 17000 تومن. تو فکر کنم ادیتور این عکس برای مثلا 100 سال پیش باشه، واقعا با این قیمت ها واقعا نمیشه از اونجا با اونجا با 13500 ببین، مخصوصا با این طول بوز عریض طویل امریکایی ها، عریض برای عرض طویل برای طول. خدافز هواوی. بچه هواوی تقریبا دو سال پیش به خاطر اینکه آمریکا میگفتش که توی مودماش و گوشیاش و اینا ابزار جاسوسی به کار میبره، کلا از صحنه روزگار حذف شد، حذف نشد، همین گوشی تولید میکنه، ولی گوگل دیگه بهش سرویس نداد دیگه، گفتش که بالا بحثش خیلی طولانی تره، برمیگرده به اینکه اندروید اصلا متبازه و معلوم متباز بود یادم نیست، ببینیم معلوم متبازه یا نه. Is Android open source? آره open source. حالا چون Android open source دیگه همه میتونن ازش استفاده بکنن، ولی خب گوگل میگه من سرویسام روی گوشه هواوی دیگه
انجام نمیدم، ارائه نمیدم. و اینکه دیگه هواوی از اون موقع دیگه کم پرش و خیلی گوشه باحالی هم داشت میداد این اواخر، و دیگه تحریم‌های هواوی، تحریم آمریکا روی هواوی اصلا کلاً از صحنه روزگار حذفش کرد. خانه‌های ماژولار چگونه کار می‌کند؟ چون ماژولار یعنی اینکه شما بتونید حالا هر قطعه از یک سیستمی رو بتونید عوض بکنید به راحتی یا تغییرش بدید، مثل پی سی ها که مثلا شما میتونید کارت گرافیکتون رو ارتقا بدید، یا سی پی یوتون رو میتونید عوض بکنید، رمیتون رو میتونید عوض بکنید. من میدونم توی بعضی لپتاپ هم میشه ولی تو اکثرشون نمیشه، دیگه توی این جدیده که اصلا نمیشه. دیگه ماشینی که بیمه فکر میکنم من میرونم، ماشینی که میرونم این خیلی باحال بود خودش. اول یه سوبارو ایمپرزا داره که بالا برای این رینگاش های کم پالو خوشگله کرده، چون سوبارو سوارا فایز جی دی ام خیلی دارن. جی دی ام هم میشه جپانیز، درست یادم نیست ولی مخصص مخفف ماشین بازه ژاپنیه. بعد این پایینش هم نوشته که ماشینی که واقعا میرونه مثلا یه ایمپرزای فول تیون. یه چیز دیگه بیارید برام. خودش آیفون 13 پرو مکس باید باشه احتمالا، چون قسمت دوربیناش قسمت بخش کمتری و از خود کل گوشی میگیره تا نسبت به 13 پرو معمولی. 13 پرو معمولی اصلا دوربیناش دیگه تا این برش نمیده، یعنی کم یه نسل بعد کل گوشی پشتش بشه دوربین. خواستگارش S21 اولتراست، داداشش چیزه شامی می 11 اولتراست، من آیفون 6 ترکیده. این رو نمیتونیم ببینیم چون یوتیوب نمیذاره. قبل رد دد دو گفتم گیمینگ هم من دارم، قبل رد دد دو، بعد رد دد دو دکمه اکسش رفته کلا، کراس دفترش رفته کلا، چون از سواری و راه رفتن اینا تو بازی جی تی ای کلا همش باید دفتر اینجوری تپ 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 بزن. ای آقا از حالا یوتیوب نمیتونه این رو رد کنیم. چون به زبان فارسی مسلط نیستش زیاد، شما میتونید فوشای فارسی رو بگید ولی در کل بهتر انجام ندید دیگه. این چی بود؟ رچو جرف 2021 آیمک سایز کمپریسن. آیمک 2021 هم بچه ها میدونید که چند وقتی از اون معرفی شده، بعد زخامتش از آیفون 2G کمتره. اصلا باورتون میشه جوری بوده که اینا نتونستن جک هدفون رو از پشتش جا بدن، منظورم بغلش بذارن. برای همین واقعا پیشرفت تکنولوژی نشون میده دیگه. آیفون 2G سال 2007 معرفی شد، آیمک 2021 هم که 2021 معرفی شد میشه 13 و 14 سال اختلاف. ببینید چه تکنولوژی توش به کار بردن واقعا. که بعد تازه اصلا به خاطر صفحه نمایشش که اینقدر عریضه، وگرنه سایزی خیلی کوچکترش هم میتونستن طراحی بکنن، ولی چون حالا بخوای نمایشگرش رو نمیدونم فن داره یا نه، پردازنش امکانه. حالا وارد اینا نمیشیم. بعدی موش مصنوعی. شاید اگه خوشتون بیاد یه ویدیو هم راجع به اینا براتون بسازم. لامبورگینی سیان باید باشه. فرست خیلی بگیم حالا بعدا یه ویدیو هم راجع به اینا میسازیم، ولی در کل لحشه خانم دقت بکنه، سوپرکار بلاندی لحشه استرالیایی داره. میبینید یکم بالا گوش بکنید بتونید. توی انگلیسی ما سه تا لحجه اصلی داریم، یکیش آمریکاییه، یکیش بریتیشه، یکیش هم استرالیاییه.
بعد آمریکایی که حالا همه اونجوری سوال میکنن، تو فیلم هایی که دیدی اونجوری سوال میکنن، بریتیش یکم خیلی غلیظ میگن و آ ای و او رو یکم میکشن میرن رو بالا. استرالیایی ها هم ای او رو میگن ولی یکم رقیق تر میکشن بالا، اما شیبش خیلی آروم تر میره بالا، برای همین فکر میکنم استرالیایی خیلی لهجه باحالی باشه. البته بریتیش هم خیلی قشنگه، آمریکاییش هم قشنگه، همشون قشنگن. چی ممکن که چی بگیم؟ خب همین، من فکر میکنم برای الان 20 دقیقه کافی باشه. و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره اگه خوشتون اومد، و اگه ایده خاصی داریم بازم بهم بگی براتون ویدیو ضبط بکنم. و چقدر و گفتم همین دیگه. یه چیزی من شنیدم، اینکه اینترو اوترو من یکم خب تازه شروع کردم دیگه، یکم ضعیفه، برای همین سبه خرسه تو کانالش میگفتش که آره، اینکه مثلا میگی درود گایز و درود بچه ها و خدافظ و خوش و بدرود و اینا خیلی سوبره. من حالا اگه بازم چیزی اگه میتونید میتونم بگم، نمیدونم، خودم باید یه چیزی، یعنی باید پرسونال باشه. برای همین حالا من فعلا بهتون میگم خوب و خوش باشید بچه ها، خوب و خوش باشید گایز، تا بعدا. من تحمل کردی، مرسی که من تحمل کردی، خوب و خوش باشید فعلا.